شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم موندن بر من آمد بر من روشن شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم سلام به یاران عزیزم، به آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. صحبت ما به اینجا رسید که بررسی بشر در عرصه اجتماع به تاریخ مربوط میشه. سید احمد فردی از اینجا این نتیجه گیری صورت میده که تاریخ از وقتی که تدوین شده ما میتونیم بیایم ببینیم که چجوری حوادثی که در عرصه زمان برای مجموعه جامعه بشری اتفاق افتاده ارتباط داشته با هم دیگه، ارتباط منطقی چیه، رابطه علت و معلولی بین اینا چیه، یعنی همون دینامیزم دیالکتیکی که ناشی از تزوس آنتیتز و سنتز میشه، اون چیه، چطوری این داره حرکت میکنه و تحول پیدا میکنه، تحولش به چه سمت و سویه. اما به این عنوان تاریخ از کی نگاشته شده و کجا نگاشته شده، بعد فردید میگه تاریخ الان 2500 سال بیشتر قدمت نداره، یعنی زمانی نگاشته شده که غربی ها با اون متد آنالیز خودشون یونانی ها برداشتن و تاریخ رو شروع کردن تدوین کردن. به همین دلیل تاریخیه که غرب نوشتهش و غرب هم دو معنا داره، یکی این که مجموعه کشورهای مغرب زمینه که تحت تأثیر فرهنگ یونانی قرار دارن که تاریخ رو یونان تدوین کرده و نوشته، تاریخی که انبساط پیدا کرده، یعنی این نحوه نگرش که عبارت است از نگرش تاریخی، این انبساط پیدا کرده، یعنی بعداً اومده وقتی که اسلام ظهور کرده و متفکرین اسلامی در جامعه اسلامی پیدا شدن، مانند فارابی، مانند ابن رشد، مانند ابوعلی سینا و دیگران، اینها همون روش تفکر یونانی رو گرفتن ترجمه کردن و به عنوان روش تفکر وارد عالم اسلام کردن. به همین دلیل این مفهوم تاریخ، این مفهوم غربی بودن تاریخ، غربی بودن برداشت‌های تاریخی در همه جا انبساط پیدا کرده، من جمله در تمدن اسلامی. یه حرفی که داره آقای سید احمد فردی میزن. بعد میگه اما به طور کلی چون مغرب زمین، غرب به طور کلی محلیه که نور درش افول میکنه، جایی که مغرب جایی که خورشید افول میکنه، به همین دلیل اصولا خورشید اشراق در غرب افول کرده و تاریخ با تاریکی در آمیخته شده با هم دیگه. این امروز ما رو تشکیل میده، یعنی امروز جهان رو تشکیل میده، امروزی رو که از کی شروع شده، از دیروز. دیروز یعنی زمانی که این تاریخ تدوین شد و تا کی ادامه داره، تا فردا، یعنی تا کی، یعنی تا زمانی که این تاریخ تموم بشه. بعدش چی میشه؟ بعدش پس فردایی خواهد بود که تاریخ
اشراقی آغاز میشه، تاریخ روشنایی آغاز میشه، تاریخی که دیگه ارتباطی به این تاریخ نداره. این تاریخی که پس فردا آغاز میشه تاریخیه که پریروز وجود داشته. پریروز چه تاریخی وجود داشته؟ تاریخ اشراقی وجود داشته که ارتباطی به اندیشه یونانی نداشته، بلکه به اندیشه ایران شهری ارتباط داشته، که وقتی اندیشه ایرانی اومده و غالب شده، اندیشه ایرانی راکت شده و به بایگانی ما قبل تاریخ در واقع سپرده شده، متعلق به پریروزه. اما این سیکل تاریخ تاریک فردا آخرشه. اینجاست که هایدگر میگه ما در پایان تاریخ قرار گرفتیم، یعنی پس فردا تاریخ شروع میشه، اما تاریخ نور، تاریخ اشراقی شروع میشه. این مطلبیه که فردید میگه، اینو دیگه هایدگر نمیگه. هایدگر میگه ما در پایان تاریخیم، اما بحث پریروز و پس فردا در ارتباط با تاریخ رو احمد فردید میکنه. خود به خود در دیدگاه فردید نسبت به تاریخ، چونم که گفتم مسئله نجات، مسئله ظهور، مسئله پایان و سرآغاز جدید، مسئله موعودگرایی وجود داره عزیزان. یعنی فردید نسبت به کل تاریخ موجود، نسبت به کل فرهنگ موجود، یک دید نگاتیو و بدبینانه و منفی داره. یعنی کل فرهنگ و تاریخ فرهنگ موجود و در سراسر جهان خرد و اندیشه فرهنگ غرب زده میدونه، وست اینتاکسیکیشن، غرب زده، یعنی فرهنگی که به بیماری غرب زدگی دچار شده. این مفهوم غرب زدگی رو فردید برای نخستین بار به کار برد و بعد جلال آل احمد تحت تأثیر این کلام قرار گرفت و کتاب غرب زدگی رو نوشت، که اون نظریه‌ای که جلال آل احمد ارائه داده ارتباطی به این نظریه فردید نداره مطلقا. و اولش هم اشاره میکنه که این واژه غرب زدگی رو فردید، استاد احمد فردید به کار برده. این چیزی که من میگم با اون تفاوت داری، اما به هر حال اینجا عزیزان توجه بفرمایید که وقتی که بحث غرب زدگی مطرح میشه، همراه با خودش نطفه غرب ستیزی رو هم حمل میکنه. یعنی وقتی که غرب زدگی مطرح میشه، همراه با خودش غرب ستیزی رو هم مطرح میکنه. اما غرب ستیزی احمد فردید که منتجه غرب اندیشه غرب زدگیشه، جنبه فلسفی داره. نظریه‌ای که آل احمد مطرح میکنه مبتنی بر غرب زداییه به معنی جامعه شناسانه کلمه، که اون افکار جلال آل احمد بسیار بسیار اثر میذاره روی مرحوم علی شریعتی، و علی شریعتی اون وقت با تأثیر پذیری به طور کلی از افکار جلال آل احمد بازگشت به خیش و سایر کتاب‌های خودش رو تدوین می‌کنه و اصولاً چهارچوب میده به مباحثی که می‌خواد طرح بکنه. راجع به بازگشت به خیش، کدوم خیش؟ خیش انقلابی، خیش اسلامی، بازشناسی خود، بازیافتگی هویتی که در اثر الینیشن از بین رفته و این مقولات. ولی این اینا نظریات فردید نیست مطلقاً. نظریات فردید کاملا متفاوته.
پس به اینجا میرسیم که سید احمد فردید بحث غرب زدگی رو در ایران مطرح کرد. یعنی میتونیم بگیم که اصولا فلسفه سید احمد فردید به غرب زدگی برمیگرده، به وست اینتاکسیکیشن برمیگرده، اما از جنبه فلسفی کلمه، که آثار جامعه شناسانه هم به بار میاره، اما اینجا فعلا ما در بحث فلسفیش هستیم. این یک سرآغازه عزیزان، سرآغازه برای به وجود اومدن یک جریان فکری، برای به وجود اومدن یک جریان در جامعه. حال بیشتر بشناسیم این نظریه رو. سید احمد فردی با توجه به خواستگاه اجتماعی خودش، با توجه به خواستگاه فرهنگی خودش، به زادگاه خودش، به تحصیلات خودش، به فضای بین المللی که در حاشیه‌اش ایران قرار گرفته بود، در مجموع یک قالب فکری خاصی رو پیدا کرده بود و بعد با افکار هایدگر آشنا میشه کما بیش، و بعد اون مقوله پایان جهان رو میاره و با بحث تاریخ تلفیق میکنه به طور کلی، و مقوله‌ای به نام احیای ارزش‌های پریروز در پسفردا رو ارائه میده که در بطن خودش موعودگرایی، اون جامعه آرمانی رو حمل میکنه، جامعه آرمانی رو که همیشه در مکتب ایران وجود داشته، در ایران شهر وجود داشته، که اساس فلسفه سیاسی ایران باستان رو تشکیل میداده. این نظریه سید احمد فردید عزیزان. این مطلبی نیست که سید حسین نصر یا هانری کوربن یا کس دیگه گفته باشه، یا ویلیام چیتیک گفته باشه، یا کسی دیگه گفته باشه. این نظریه سید احمد فردیده. سید احمد فردید این نظریه رو به شاگردان خودش میگفت. این جوهر نظریهشه. وقتی که ما روی این دقت میکنیم، تمرکز پیدا میکنیم، متوجه میشیم که این جوهر نظریات دکتر فردید در عمق خودش حامل نطفه غرب ستیزیه، به لحاظ فلسفی، نه به لحاظ جامعه شناسی، نه به لحاظ تعاملات جامعه شناختی. یعنی غرب مقوله نیست که اصولاً بشه باهاش به تعامل رسید، بشه باهاش به تفاهم رسید به طور کلی، چون غرب نگارنده تاریخ تاریکه، تاریخی فاقد نور، و نور زمانی ظهور میکنه که اثری از این تاریخ دیگه نباشه. ظهور نور یعنی پایان این تاریخ، یعنی پایان تاریکی، تاریکی که در بطن این تاریخ عجین شد عزیزان. به همین دلیل کسی که فلسفه فردید رو بخواد پیروی بکنه، خود به خود غرب ستیز به معنی فلسفی کلمه میشه، یک غرب ستیزی آنتاگونیستی. یعنی ممکنه که مثلا استالین دست روزولت رو بفشوره در عین تمام تضادهای جهانبینی که بینشون وجود داره، ممکنه دست چرچیل رو بفشوره علی‌رغم تمام اختلافات جهانبینی که بین دو دیدگاهشون وجود داره،
اما کسی که پیرو اندیشه فردی باشه این یه شخص غرب ستیزه که به هیچ عنوان نمیتونه با غرب کنار بیاد و مداومن در انتظار ناجی موعوده که بیاد و کل این بساط رو تعدیل بکنه، یعنی بساط تمدن موجود رو، یعنی بساط تاریخ تمدن موجود رو، یعنی بساط تاریخ فرهنگ موجود و فرهنگ موجود رو. این چیزیه که فردید، سید احمد فردید بهش اعتقاد داشت و تعلیمش میداد. البته ناگفته نذارم که سید احمد فردید رو باید ما یک فیلسوف شفاهی به شمار بیاریم. آثار مکتوبی ازش مونده، اما اونها به فلسفه فردید ارتباط نداره. اون چیزی که به فلسفه فردید برمیگرده شفاهیه، دروس شفاهیه که میداده به شاگردان. اما شاگردانی رو تربیت، یعنی شاگردانی زیر دست فردی بودند که اینها این افکار فردید رو درش شناور شدند، درش حل شدند و بازگو کننده شدند. در سال 1357، 22 بهمن 1357 انقلاب شد در ایران و در 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. سید احمد فردید اون موقع در دانشگاه تهران تدریس میکرد. بعد از این که انقلاب شد، نظر به این که خودش معتقد به نظریه پایان جهان بود، این انقلاب در او یک هیجان بسیار زیادی ایجاد کرد و خودش شد یک انقلابی دو آتشه و کاندید شد برای مجلس خبرگان و کاندید شد برای مجلس، اما در هیچ دو جا رأی نیاورد. باید این نکته رو دوستان عزیز مورد توجه قرار بدن که اصولا شرکت در برنامه‌های رادیو تلویزیونی در زمان شاه در برهه اول انقلاب به نحوی تحکیم پایه‌های نظام گذشته به شمار می‌رفت و خیلی‌ها به این عنوان دستگیر شدن، زندانی شدن، اموالشون مصادره شد، زندگیشون آسیب دید و تخریب شد. اما با فردید کسی کاری نکرد. فردید نتونست در درون نظام جمهوری اسلامی اون جایی رو که میخواست برای خودش پیدا بکنه، اما در این حال هم مورد سرکوب و آسیب قرار نگیره. بعد مسئله تصفیه دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی شروع شد که بعد به تعطیلی دانشگاه ها منجر شد به طور کلی. البته فردید حلقه درس خودش رو در خونهش یا در خونه دوستان یا شاگردانش یا بعضی سالن‌هایی که می‌گرفتن داشت. من صحبتم رو با عباس معارف شروع کرده بودم. عباس معارف در این دوره، یعنی دوره انقلاب، جز به کسانی بود که به انقلاب وصف شده بود و در پیش از اونم جزء کسانی بود مثل علی معلم دامغانی که اینها انتظار فرج و ظهور رو میکشیدند و پایان اون نظام پهلوی رو لحظه شماری میکردند. البته کسی باور نمیکرد که به اون سرعت اون نظام ساقط بشه، اما جزء آرمانشون بود. ولی
این جماعت که شاگردان فردی بودند و بعد از انقلاب بخشی از انقلابیون رو تشکیل میدادند که به یمن حضور اونها کسی متعرض آقای احمد فردی نشد، علارغم برنامه‌هایی که ایشون در تلویزیون داشتن و غالب کسانی که در انجمن شاهی فلسفه عضو بودند نتونستن حتی چمدونشون رو ببندن و سید حسین نصر سوار شدن رفتن که دیگه برنگشتن. اما آقای فردی موند. چرا؟ به خاطر اینکه شاگردان ایشون جزء انقلابیون بودند. حالا همشون محاسنشون رو گذاشته بودن، بلند شده بود و کیاوبیایی داشتن. تحت تاثیر دروس آقای فردی و گفتگوهایی که هر شب انجام میشد، بچه های آقای شاگردان فردی میمدن دور هم میشستن و سازی میزدن و آواز میخوندن و بعد صحبتی میشد و این حرفا، همین باور کنیم رجعت سرخ ستاره را، این چکامه هایی بود که گفته میشد. مثلا آقای علی معلمی شعر و سروده بود که بعدن یک کتابی هم به همین نام در بود که باور کنیم، یعنی مسئله موعودگرایی، رجعت سرخ ستاره را، که این دیدگاه با دیدگاه فداییان اسلام، با دیدگاه چریک های فدایی خلق، با دیدگاه مجاهدین، با دیدگاه شاگردان آقای شریعتی، با دیدگاه های انقلابی رایج اون موقع، با دیدگاه شاگردان آقای خمینی تفاوت داشت. این یه دیدگاه دیگه بود، به کلی متفاوت با اون دیدگاه، یه دیدگاه فلسفی بود. اما چرا من صحبتم رو با آقای عباس معارف شروع کردم؟ این سریال صحبت ها رو ما با عباس معارف شروع کردیم و از عباس معارف رسیدیم به احمد فردی و حالا دوباره برگشتیم به عباس معارف در دوران بعد از انقلاب. به طور کلی عباس معارف، سید عباس معارف، موقعی که انقلاب شد ایشون 25 سالش بود، اما خب عربی رو خوب میدونست و کتاب‌های مختلف عرفانی رو نزد استادان مدرس در حوزه تحصیل کرده بود. شاگرد حوزه نبود، میرفت اونجا و یاد میگرفت، در سر کلاس میشه شرکت میکرد. ضمناً با اینکه شاگرد رشته فلسفه دانشگاه تهران نبود، دائم سر کلاس‌های سید احمد فردی میرفت و شرکت میکرد. چون اهل ذوق هم بود و اهل موسیقی هم بود و شاگرد آقای برومند هم بود. اما دوستان عزیز، این نکته‌ای که الان میخوام بگم خیلی مهمه. یعنی بحث بر سر اینه که کسانی که شاگرد آقای فردی بودن این سوال رو مطرح میکردن که تکیه‌گاه های نظری این بحث، یعنی بحث آغاز مجدد تاریخ از پس فردا و مسئله موعودگرایی، این به عنوان یک دیدگاه فلسفی نزد متفکرین ایرانی در کجا جا داره؟ که البته سید احمد فردی آدرس شیخ محمود شبستری رو به بچه ها میداد و کارهایی که شیخ محمود شبستری مثل گلشن رازش که البته به زبان رمز و راز نوشته شده که بدون اینکه آدم شرح شیخ محمد لاهیجی رو درش حل بشه نمیتونه کاملا به رازها و رموز اون کتاب دست پیدا کنه. اما آدرس اون، اما گفتیم که آقای احمد فردی کل فرهنگ و تمدن و تاریخ موجود رو تحت تأثیر تفکر غرب میدونست، غرب زده به شمار میآورد. اما اگر ما بخوایم این تاریخ رو نفی کنیم و بذاریم کنار،
اون وقت باید چی بجاش چی بذاریم؟ یعنی الان تکیگاهمون، ما الان وایسادیم روی جایی وایسادیم، شما این مستقر رو، مقام رو از زیر پای ما میکشی، ما پامون کجا بذاریم برای اینکه تو خلع رها نشیم و ساقط نشیم؟ حالا اون پس فردا که نشده، الان امروز ما باید پامون رو کجا بذاریم؟ اینجاست که در اندیشه سید احمد فردی که به سید عباس معارف ها منتقل میشه اینه که تنها جایی که از دستاندازی غرب، یعنی از غرب زدگی، از وست اینتاکسیکیشن در امان بوده، روایات اسلامیه.